به همت حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالقاسم رضوی روز امام حسین برای اولین بار در پارلمان ویکتوریای استرالیا برگزار شد. این تلاش حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالقاسم رضوی رئیس شورای علمای شیعیان استرالیا و امام جمعه ملبورن استرالیا که منجر به برگزاری روز امام حسین علیه السلام برای اولین بار در پارلمان ویکتوریای استرالیا شده، یک دستاورد بزرگ تاریخی محسوب می شود. گفتنی است که نمایندگان مجلس و نمایندگان ادیان مختلف، اهم از شیعه، سنی، آقاخانی، هندو، سیک، مسیحی و مقامهای دولتی و اساتید در این مراسم شرکت کردند. حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالقاسم رضوی در این مجلس به شرح وقایع عاشورا و قیام امام حسین علیه السلام در برابر یزید پرداخت و تاکید کرد که همچنان راه امام حسین میتواند الگوی انسانها در طول تاریخ باشد. وی در ادامه گفت امام حسین علیه السلام چراغ هدایت و کشتی نجات است و امروز که تروریسم و نفرت در سراسر جهان گسترش یافته، تبدیل این نفرت به صلح و آشتی و زندگی مسالمت آمیز فقط از طریق تعالیم امام حسین علیه السلام امکان پذیر است. رئیس شورای علمای شیعیان استرالیا گفت در اینجا مردمی از ادیان و مذاهب مختلف حضور دارند و می توانید مشاهده کنید که امام حسین علیه السلام چگونه همه این ادیان و مذاهب را به نام انسانیت متحد کرده است.